KTF رژیم آخوندی را بار دیگر به طور کامل در ریست سیاه خود ابقا کرد و از همه کشورهای عضو خود خواست اقدامات ضروری را در مورد این رژیم به اجرا بگذارد. FTF نهاد بینرمنالی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم اعلام کرد به خاطر ادامه تأمین مالی تروریزم توسط حکومت آخوندی اقدامات علیه این رژیم که از سال 2016 به حالت تعلیق در آمده بود را لغو کرده است. در بیانیه FATF آمده است با توجه به ناکامی رژیم ایران در تامین استانداردهای این نهاد بین المللی و تصویب کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل لغو می کند و از اعضای خود و همه حوزه های قضایی می خواهد تا اقدامات متقابل موثر را اعمال کنند. در بیانیه FATF آمده از این سازمان از فوریه 2020 با توجه به همگیری کووید 19 روند بررسی رژیم ایران و کره شمالی را متوقف کرد. رژیم ایران در ژوئیه 2023 هیچ تغییر اساسی در جهت تامین اهداف FATF را انجام نداد. بنابراین FATF درخواست خود را برای اعمال اقدامات متقابل در مورد این حوزه های قضایی پرخطر مندرج در بیانیه 21 فوریه 2020 خود را تکرار کرد.